اتفاقاتی که برای من توی تیم ملی امید افتاد، یه مقداری دوست داشتم که از حاشیه دور باشم. قبول بکنیم که باید با واقعیت بریم جلو. الان توی فوتبال ما فکر نمی کنم که تیمی باشه که بگه من میخوام بیام لذت ببرم از ورزش. هیچ کس لذت نمیبره از فوتبال، هیچ کس دوست نداره که ببینه هم نوعش داره پیشرفت میکنه، بهش کمک میکنه. فکر میکنم بازی 90 دقیقه توی ایران 180 دقیقه طول خواهد کشید. یک سری مثلا باشگاه ها خب قشنگ میرن بازیکنشون خریدن، در نهایت فقط یه جریمه مالی صورت گرفت. من اطمینان دارم که یه اتفاق غیر منتظره توی لیگ خواهد افتاد. وجود ندارن که یکی از این بازیکن‌ها رو دعوت نکنن به تیم. آقا جام ملت‌های آینده رو ما اصلا می‌خوایم دهم بشیم، تو مرحله اول حذف بشیم. در مورد کدوم پشتوانه صحبت می‌کنی که ما که 24 ساله توی فوتبال ندیدیم پشتوانه؟ برو لیست شما بردار، شما انتخاب. عرض ادب و سلام خدمت مخاطبان عزیز خبرگزاری دانشجویان ایران. در خدمت آقای رضا عنایتی، سرمربی محترم تیم پیکان هستیم. در تعطیلات نیم فصل فوتبال خدمتشون هستیم. در ابتدا صحبت ابتداییشون رو گوش میدیم و بعد سوالات رو عرض میکنیم. بفرمایید. مرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستانی که ما رو تماشا میکنن. امیدوارم که بتونیم مصاحبه خوبی با هم دیگه داشته باشیم و واقعا بتونیم کمک بکنیم به با نظراتمون کمک بکنیم به فوتبال ملیمون که این روزا میدونیم حساسیت‌های خیلی زیادی هستش و انشالله که اتفاقات خوبی برای فوتبال کشورمون بیفته. من در خدمت شما هستم. بسیار عالی. اول از همه میخوام راجع به قبول پیشنهاد مربیگری پیکان صحبت کنیم. بعد از تیم امید چی شد حالا این باشگاه رو انتخاب کردین؟ خب به هر حال اتفاقاتی که برای من توی تیم ملی امید افتاد، یه مقداری دوست داشتم که از حاشیه دور باشم و یه مقداری استراحت بکنم. خب با پیشنهاد پیکان مواجه شدم. خب خیلی فکر کردم روی این موضوع، ولی به جنبندی رسیدم که دوباره شروع کنم کارم رو توی باشگاهی و قبول کردم. میدونستم که کار بسیار بسیار سختیه با توجه به موجودی که باشگاه پیکان داره. باشگاه پیکان به لحاظ ساختاری فوق‌العاده است، یعنی هم لحاظ زمین تمرینی هم لحاظ امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خیلی شرایط خوبی رو داره. خب به لحاظ بودجه میدونی چندین سال هست که تیم پیکان و حال دنبال بازیکن سازی هست بیشتر و این مقداری کار مربی که میخواد کار بکنه سخت میکنه، چون به هر حال جوان‌ها یا مربی رو میبرند بالا میرسنند به جایگاه خیلی خوب، یا اینکه به هر حال چالش‌هایی رو پیش رو داری با بازیکن‌های جوان. و بعد اینکه به هر حال بررسی کردم، دیدم که میشه به هر حال شرایط پیکان و شرایط تغییر داد، ولی ما 8 تا 9 تا بازی رو از دست داده بودیم و خسته نباشیدم. من میگم به آقای رسول خطیبی بابت بستن همچی تیمی، تیمی که جوانای زیادی رو داره و ما فقط منتظر این هستیم که انشالله توی جدول شرایط خوبی رو پیدا بکنیم تا بتونیم جوانا رو بیشتر بازی بدیم و انشالله که بتونیم در پایان فصل یه رتبه قابل قبولی رو برای پیکان انشالله به دست بیاریم. بسیار عالی. حالا با وجود انتخابی که داشتین و شرایطی که تو این مدت سپری کردین، انتخابتون راضی هستین؟ چون قطعا پیشنهادات دیگه هم وجود داشته. ببینید، کاملا از انتخابی که کردم راضی هستم. کارم خیلی سخت هست، ولی الحمدلله همه مجموعه در تلاشن که بتونیم شرایط رو تغییر بدیم. بزرگترین مشکلی که تیم پیکان داشت که من خودم با مدیریتم صحبت کردم این بود که تیم به جوان بالانس نبود و بازیکنهای مصدوم خیلی زیادی رو داشت. یعنی ما تو خط دفاعی عین 5 تا بازی که من در خدمت پیکان بودم یک دونه دفاع وسط تخصصی نداشتیم و این خیلی ما رو اذیت کرد، ولی بازیکنهایی که گذاشتیم خدا رو شکر تونستن خوب جواب بدن، ولی این یه مقداری شرایط ما رو سخت کرد. انشالله تو این فصل دوم بچه‌هایی که مصدوم بودن به جمع ما اضافه خواهند شد. 4-5 تا بازی کنم انشالله صحبت کردیم که بگیریم و حتی گزینه خارجی هم برای ما شاید اتفاق بیفته که بریم سمتش.
چون واقعا احتیاج داریم به چند تا بازیکنی که بتونن یک بار تجربه تیممونو ببرن بالا، چون فکر میکنم تیم ما لحاظ بحث تجربه جوانی صدر جدول هستش و این بی تجربگی توی بازی های قبلی واقعا ما رو اذیت کرده. میدونی که شما خودت هم میدونی شرایط داوری کاملا دخیله توی نتیجه گیری یک تیم و متاسفانه تیم ما چون هوادار نداره و فشار هواداری روش نیست، هر بازی شاید پنالتی ما گرفته نشد، شاید گل مردود خوردیم، شاید گل سالم زدیم قبول نکنیم، این شاید نیست، 100% هست. من به مدرک به شما میگم که اتفاقات برای تیم ما افتاد، ولی چون تیم ما جوونه و کسی اعتراضی نمی‌کنه خیلی بهش پرداخته نمیشه و رسانه ما هم هرچی تلاش میکنه بالاخره رسانه های دیگه بیشتر روی تیم هایی هستن که طرفدار زیادتری دارن و بیشتر دیده میشن، که اینا یکم ضربه زده به ما، ولی تو نیم فصل دوم سعی میکنیم که شرایطو به نفع خودمون تغییر بدیم با اضافه کردن چند تا بازیکن با تجربه که بیان و به تیم کمک بکنن. بسیار عالی. حالا عملکرد تیم هم سه تساوی و دو شکست تو این مدت، الان شکست هم این مقدار با بچانسی همراه بوده، خودتون چطور ارزیابی میکنید؟ من روند رو به رشد رو توی تیممون دیدم بعد به ورودمون، که خب با بازی اولمون با یه اتفاق خوبی که توی تیم ما افتاد، بچه‌ها خیلی خوبن، تاکتیک پذیرن و سریع موضوعات رو میگیرن. گفتم که اگر ما یه مقداری با تجربه تر بودیم و بازیکن با تجربه داشتیم، شاید بازی‌ها رو خیلی امتیاز بیشتری میتونستیم جمع بکنیم. شما بازی با فولاد ما رو نگاه بکنید، بازی با ذوب آهن ما رو نگاه بکنید، بازی با عراق ما رو نگاه، همین بازی با استقلالی که به هر حال ما بازی رو واگذار کردیم، هیچ کدوم از بازی‌ها ما مستحق حتی تساوی هم نبودیم، همش باید بازی‌ها رو با امتیاز کامل میومدیم بیرون. ولی میگم که کم تجربگی یه مقداری با ما ضربه زد و داوری. شما همه صحنه‌هایی که اتفاق افتاده تو بازی‌های قبلی رو بررسی کردن خود کارشناسا، ما هم زیاد وارد نشدیم به این موضوع، خود کارشناسا همش صحنه ها به نفع ما بوده و بزرگترین اتفاق خوبی که برای تیم پیکان افتاده، فوتبال قابل احترامی رو بازی میکنی. یعنی شما وقتی جلوی استقلال 57% مالکیت و آزادی داشته باشی، شوتای بیشتر از حریف داشته باشی، یعنی کارتو درست انجام بدی. بازی با فولاد خب یه فکر میکنم اتفاق نادر تو فوتبال کشورمون بود. خب ما 5 تا فقط به تیر زدیم، حالا 4-5 تا موقعیتایی بود که از دست دادیم، زبان اتفاق برام افتاد، ولی بازی قابل احترامی رو انجام دادیم. ان شاءالله که بتونیم همین روند رو حفظ بکنیم و نیم فصل دوم به بار بشینیم. من به بچه‌ها همیشه میگم شما دارین تلاشتون رو بیش از حد انجام میدید، ولی تا توپ نره توی گل کسی به زحمت‌های شما پاداشی نخواهد داد، باید اون کار رو تموم بکنید. و حتی بهشون گفتم من راضیم که شما یه مقداری فوتبال رو زیبا بازی نکنید، ولی نتیجه بگیرید. و این چیزایی که مدام داریم ما هم صحبت میکنیم، انشاءالله که تو این فصل دوم بتونیم تغییرات با توجه به تعطیلاتی که هست، تغییرات خوبی رو ایجاد بکنیم توی تیم که به سمت نتیجه هم بریم. حالا یکی از اتفاقات جالب تو این مدت کوتاه شما مصاحبتون بعد بازی تراکتور بود، یه خورده عصبانیت نسبت به عملکرد تیم گفتین، پیرهن پیکان برای بعضی از بازیکن‌ها گشاد. ببینید لحظه عصبانیت آدم حرفایی میزنه که بعدش بهش فکر میکنه دیگه. حالا من تو اونجا منظور من از این بود که ما حتما باید تقویت بشیم نیم فصل دوم و دوست داشتم که یه شوک مثبتی رو وارد بکنم به تیمم، به بازیکنهای تیمم که احساس راحتی. ما گفتم که این بالانس نبودن تیم و این مشکل اصلی ما مسئولیتایی بود که وجود داشت و اینکه ما اگه دقت کرده باشیم هیچ جام بهش پرداخته نشد. ما تو هر بازی یا 2 تا تعویضی داریم یا 3 تا، اونم مجبور میشیم که ما 11 تا بازیکن داریم ولی بازیکن جایگزین نداریم که بتونیم تیممون رو به هر حال از دقایق مثلا 60-70 ما تمام گل‌هایی هم که خوردیم توی نیمه دوم خوردیم و این نشون میده که به هر حال باید بازیکنایی داشته باشیم که تو نیمه دوم مثل نیمه اول بتونن تیمو تو شرایط خیلی خوب نگه داره. و بزرگترین مشکل ما هر بازی 2 تا بازیکن تعویض می‌کنیم یا 3 تا بازیکن، اونم اگر مجبور بشیم که اتفاق بیفته، ولی مطمئنا این فصل دوم این فصل متفاوته. اون مصاحبهم واقعا اثر عصبانیت بود، چون شما دیدید که ما واقعا مقابل تراکتور تا دقیقه
65 که بازیکن حریف اخراج نشده بود ما فوق‌العاده فوتبال بازی کردیم، حتی یک دونه موقعیت کوچیکم به تراکتور سازی ندیدیم، موقعیت‌های فراوانی هم از دست دادیم، ولی بعد اینکه بازیکن حریف اخراج شد من واقعا برگشتم به نیمکتم همینو گفتم. گفتم یه کاش بازیکن اخراج نشه، چون احساس کردم که تیم ما یه خیال راحتی رو پیدا کرد از این پیروزی و متاسفانه ما غافلگیر شدیم و گل خوردیم. یه گل هم خب دقیقه 95 که اصلا گل عجیب غریبی بود و شما اگه تو اون صحنه دقت کرده باشین اصلا دیگه بازیکنان ما دنبال توپ هم نرفتن تو اون صحنه، که خیلی صحبت هم شد که من قسم میخورم به پاک بودن بازیکنامون که اصلا توی فاز خدای نکرده کارهای غیر فوتبالی نیستن، فوق‌العاده پسرهای با ادب با شعور، ولی شرایط بازی میگم دیگه این تجربه است که اینجا میتونست به ما خیلی کمک بکنه. حالا اون اظهار نظری که گفتین شیرازی تیم از هم پاشون اخراج بازیکن تراکتور، خیلی ها برداشته حالا دیدین توی فضای فوتبال ما فضای فان برمیدارن و احساس میکنن که مثلا شما اشتباه همچین جمله رو گفتین. نه من دقیقاً جمله‌ای که به کار بردم شیرازی تیم ما پاشید واقعا اتفاق برای ما افتاد، چون ما بازی با عراق هم همچه اتفاقی برای ما افتاد که ما بازی یکیچ برده رو توی ریتم فوق‌العاده خوب داشتیم انجام میدادیم. حالا اون اتفاقا رو اصلا بذاریم کنار، بعد اینکه تیم ده نفره شد دوباره ما یه شوک منفی بهمون وارد شد و این چیزی بود که من تجربهش کرده بودم تو بازی‌های قبلی و واقعا از ته دلم گفتم ای کاش که بازیکن حریف اخراج نمی‌شد، چون که میگم دیگه جمع جور کردن این همه جوونه 19 ساله 20 ساله 22 3 ساله خیلی سخته، یهو ریتم بازی به هم میرسه و شما نمیتونی کار رو کنار زمین انجام بدی. با اون خاطر گفتم که شیرازی تیممون به هم ریخت. شیرالی راجبه حالا وارد نقل و انتقالات هم شدیم، شما یک لیست 7 8 نفره گفته بودین، این لیست حالا ارائه شده، چه بازیکنانی اصلا داخلش هستن و امیدوار هستین که حالا همشون جذب بشن؟ شما میدونید که توی نیم فصل متاسفانه آپشن های زیادی رو نداری شما برای انتخاب و باید از بازیکن های انتخاب بکنی که حالا به هر دلیلی مشکل ایجاد شده براشون توی باشگاهشون و شما گزینه های متعدد نداری که بخوای یه گزینه رو انتخاب بکنی. ما هم طبق اتفاقاتی که برای تیم افتاده سعی کردیم یه لیستی رو بدیم، ولی ما مطمئن هستیم که خب اکثر این لیست یا تحت قرارداد باشگاه هاشون هستن، بازیکن های موسم ثمر باشگاه هاشون هستن که ما نمیتونیم بگیریم، مجبور میشیم که بازیکن هایی رو بگیریم که حداقل یه شناخت کمی رو ازشون داریم و میتونیم جذبشون کنیم. حالا با مدیریت هم صحبت کردیم، ایشونم آقای مددی که جا داره تشکر بکنم بابت همه زحماتی که واقعا از بد به ورود من کشیدن و پا به پای ما دارن، میان هیئت مدیره محترم باشگاه که حتی رفتیم رو گزینه خارجی و اگه ببینیم که نمیتونیم تعمیم بکنیم اون نیازمون رو با بازیکنهای داخلی حتما خارجی بگیریم و انشالله که بتونیم بازیکنهای با کیفیت بگیریم که بتونن به ما تونیم فصل دوم کمک کنن. البته آقای معین عباسیان و محمد ستاری به سمت به جمع ما اضافه شدن، آقای اصغر صادقی هم اضافه شدن، ما 3-4 تا بازیکن دیگه میخوایم که شرایط نقل و انتقالاتمون تموم بشه، انشالله توی چند روز آینده یه تصمیم خوبی رو خواهیم گرفت. حالا پیکان سابقه اینم داشته، حالا بازیکن خارجی آورده، یکی مثل منشا شده حالا جواب داده یا بعضی هم هستن که جواب ندادن، توی بخش پست مهاجم بازیکن خارجی مد نظرتون؟ بله با هم مهاجم لازم داریم هم هافک وسط که خیلی برامون مهم هستن، ولی بازم من با حرف شما کاملا موافق هستم. گفتم که اول صحبت هم گفتم بازیکن با کیفیت و نیفس بیرونه، مگر شانست بگیری بازیکن رو بگیری. ما حساس هستیم روی این موضوع که بتونیم بهترین انتخاب انجام بدیم که به ما کمک بکنه انشالله که بازیکن با کیفیت. پیکان همیشه بازیکناش مورد توجه باشگاه بزرگ هستن، چه پنجره زمستونی باشه چه تابستونی، تو این زمستون بازیکن مد نظر حالا باشگاه ها بوده و اینکه حالا شما خودتون به شخصه تو این وضعیت موافق هستن جدایی هست؟ نه ببینید ما همینجوری با کمبود بازیکن مواجه هستیم، این فصل فکر می‌کنم یکم متفاوت هست نسبت به فصل‌های گذشته، چون که شرایط جدول بسیار بسیار شرایط پیچیده‌ایه، هم پایین جدول هم بالای جدول شما می‌بینید که کاملا شرایط پیچیده، چون پیکان به لحاظ بودجه فکر می‌کنم تیم 16 هم جدول هستش، ولی
به لحاظ اینکه بازیکن جوونی داره که سالیان سال میتونن تو فوتبال کشورمون بدرخشن، شرایط فوق العاده خوبی رو داره. من کاملا از جوانای تیممون راضی هستم، فقط گفتم که منتظر یه فرصت مناسب هستم که چند تا از این بازیکن‌ها رو بتونیم به چرخه فوتبالمون اضافه بکنیم، به چرخه ای که لازمش این هست که اکتیو تر بشه، تیم‌هاش جوان‌تر بشن که تیم ملی ما بتونه ثمرش رو ببره. و واقعا انشالله که یه اتفاق بیفته برامون که من بتونم یه چند تا از این جوانایی که واقعا با استعداد هستن بهشون بازی بدم و واقعا بیارمشون تو چرخه بازیگری انشالله. با این شرایط پس لیست خروجم خودتون الله به شخصه داشتین کسی بخواید مثلا جدا بشه؟ لیست خروج طبیعیه دیگه، وقتی شما میخوای 5 تا 6 تا بازیکن بگیری مطمئنم باید 5 تا 6 تا بازیکن خارج کنی، چون ما حتی لیست فیفا مونم پر بود و اصلا کاری نتونستیم انجام بدیم. مطمئنم 5 6 تا بازیکن، نه اینکه بگیم بازیکنای بی کیفیتی هستن و بازیکنایی هستن که به درد نمیخورن، فوق العاده بازیکنای با که علارغم میل باطنی ما، فقط ما میخوایم اون بالانس رو ایجاد بکنیم، اون تعادل رو ایجاد بکنیم که تو نیم فصل دوم به مشکل برنخوریم و بازیکنایی که از ما جدا میشن قطعا تو هر تیمی برن انشالله میتونن موفق بشن. بسیار عالی. آقای مددی اظهار نظری داشتن در مورد اینکه حالا انتظارشون از تیم پیکان انتظار رتبه تک رقمی بوده، شما خودتون حالا به عنوان مربی به نظرتون این میسر هست که پیکان به این نتیجه دست پیدا کنه؟ قبول بکنیم که باید با واقعیت بریم جلو، خیلی سخت هست، ولی ما تلاشمون می‌کنیم که روز به روز پیشرفت کنیم، رو به جلو حرکت کنیم. حالا در پایان مسابقات هر رتبه‌ای رو که بیاریم مطمئن باشن که دوستان ما توی مدیریت ما تمام توانمون رو به کار گرفتیم و خدا رو شکر این تعامل بین من و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل محترم وجود داره که خودشون هم میدونن که به هر حال من و گروه هم ساعت 8 صبح اینجا هستیم تا 4 بعد از ظهر توی باشگاه هستیم و کار داریم میکنیم که روز به روز پیشرفت بیشتری داشته باشیم. ان شاءالله در پایان فصل میشینیم در مورد رتبه با هم دیگه صحبت میکنیم. بسیار عالی. حالا آرزو به عنوان خودتون الله یک طرفدار فوتبال، نیم فصل فوتبال ایران گذشت، نیم فصل فقط فضای روانی، فضایی که مثلا واقعا ملتهبه، یعنی شما یک بازی بدون جنجال نمیبینید. به نظر خودتون حالا بخش داوری که بهش میپردازیم، سوای اون چرا این اندازه اون فضای صمیمیت گم شده و اون رقابت موجب اینه که فقط فضای متشنج رو میبینیم؟ ببینید وقتی که شما در باب هر اتفاقی دنبال صرفا نتیجه باشی این اتفاق میفتی، یعنی بود روانیش واقعا اذیتت خواهد کرد، چون که الان توی فوتبال ما فکر نمی کنم که تیمی باشه که بگه من میخوام بیام لذت ببرم از ورزش، یه فضایی رو ایجاد بکنم که آرامش بدم به جامعه، به مردمم، به جوانام. اصلا این شکلی نیست، همه دنبال اینن که کی میبره کی میبازه، اونایی که میبرن الهلو و خوشحالی بکنن، اونایی که میبازن به هر حال جار و جنجال ایجاد بکنن و این حلقه گم شده است. و متاسفانه رسانه های ما هم دامن میزنن، ما بعضی از رسانه هامون واقعا تنش رو چندین برابر میکنن. باید برگردیم به این سمت که آقا اصلا فلسفه ورزش یعنی چی؟ یعنی نشاط، یعنی شادابی، یعنی دوستی. و متاسفانه توی ورزش ما به ویژه فوتبال همه چی جاش عوض شده، کینه ها بیشتر شده، این دوستا رفیقا با هم بیشتر دعوا میکنن. قبل شاید خیلی با هم دوستر بودن، تو تیمای مختلف هم بازی بودن، ولی الان که توی شرایط اجرایی قرار گرفتن، مربی شدن یا مدیر شدن، اصلا همه چیزو ریختن به هم و فکر میکنن همین چند سال هستش که باید هر کاری که دلشون میخواد انجام. فکر میکنم اون حلقه است که متاسفانه تو فوتبال ما گفت هیچکس لذت نمیبره از فوتبال، هیچکس دوست نداره که ببینه هم نوعش داره پیشرفت میکنه، بهش کمک میکنه، هم رفیقش داره پیشرفت میکنه، همه دنبال اینن که زیر پای همو خالی کنن. و متاسفانه این تنش‌ها به خاطر این نتیجه گیری هستش که این زنجیر به هم وصل، تماشاگر به بازیکن، بازیکن به مربی، مربی به مدیر، مدیر، این چرخه همینجوری عصبی داره پرورش پیدا میکنه. و مطمئن باشید که اگر ما به سرعت به سمت رفاقت، دوستی و تکنولوژی نریم، شرایطمون خیلی بدتر خواهد شد. مطمئن باشید که بدتر خواهد شد با توجه به این همه تنشی که ایجاد شده برای ورزش ما. سیرالی، حالا یکی از مشکلات جدا نشدنی فوتبال ما همه جای دنیا هم هست،
اعتراضات به داوری آقای تاج خودشون به شخصه گفتن من از داوری ها راضی نیستم. شما خودتون بازی با استقلال دیگه وارد زمین شدین قشنگ از روی اشتباهی که صورت گرفته بود. خودتون به عنوان حالا مربی به نظرتون چه عاملی باعث شده که داورها به این اندازه اشتباهاتشون زیاده؟ داورهای ما هم خب انسان هستن و ما باید ببینیم اشتباه چه اشتباهی، آیا اشتباه پشت سر هم تکرار میشه. متاسفانه فهم میکنم تو بحث داوری ما دیگه اتفاقات تکراری خیلی زیاد داره میفته و این باعث میشه که همه نسبت به این موضوع موضع بگیرن و تکنولوژی باید بیاد در خدمت داوری. و حالا من رو اینم بحث دارم که اگه تکنولوژی وارد فوتبال کشورم میشه فکر میکنم هر بازی دور و بر 180 دقیقه ما باید بشینیم پای تلویزیون و کلا بر هر صحنه داور بره وار نگاه کنه برگرده. فکر میکنم بازی 90 دقیقه ای تو ایران 180 دقیقه طول خواهد کشید. ما اول باید فرهنگ استفاده از یه چیزی رو به هر حال برای خودمون ایجاد بکنیم و راه حلش رو پیدا بکنیم بعد ازش استفاده کنیم. فکر میکنم با وجود وار و یه فرهنگ سازی خوب، یه کلاس های توجیهی برای مربیان، برای بازیکنان که به هر حال وقتی میره وار ظرف شاید 10 ثانیه تصمیم یا به درست یا به غلط یا گرفته میشه و کار انجام میشه. همه جای دنیا داره میبینیم که تمام اتفاقاتی که توی زمین میفته، خب اول که مناطق حساسه به هر حال، حالا تو 18 قدم پنالتی، آفساید، گل مردود، گل سالم هستش و قرار نیست که توی زمین هر جا که خطایی ایجاد میشه دوباره وار وارد بشه یا خطای شدید است. ما باید این کلاس ها رو بذاریم قبل اینکه این تکنولوژی وارد بشه تا به مشکل بر نخوریم. با این تمام شما دیدین بازی دربی اصلا همه چی ریخت به هم، اصلا مشخص نبود داور داره چی کار میکنه، آیا داور ویدئویی درست گفت، غلط گفت، بازی از تب و تاب افتاد. باید این فرهنگ رو بیاریم توی آموزش خودمون که به هر حال همه توجیه باشن و ازش استفاده کنن. فکر میکنم استفاده خیلی زیادی رو خواهد کرد به فوتبال ما، مثل همه جای دنیا که دارن خیلی خوب و خیلی شیک ازش استفاده میکنن و حق و به حق دار میدن واقعا. یکی از اتفاقاتی که الان این فست فوتبال ما متوجه شدیم آیین‌نامه سقف بودجه بود و قطعا تیم شما که اصلا به فکر کنم وسط سقف هم نمیرسه، ولی باعث شد که یک سری مثلا باشگاه ها خب قشنگ میرن بازیکنشون رو خریدن، در نهایت فقط یه جریمه مالی صورت گرفت. فوتبال توی دنیا یه بیزینس خیلی بزرگه و همه هم دارن ازش استفاده میکنن. حالا نسبت به قانونی که وجود داره، نسبت به درآمدی که شما داری میتونی خرج بکنی. حالا این درآمد هر چی بیشتر باشه شما میتونی هزینه بیشتری رو تو فوتبال داشته باشی. ببینید ما فکر میکنیم اصلا توی همین قدم اولی اصلا توجیه نیستیم که خب باشگاه از کجا در میاره و چجوری خرج میکنه، چقدر در آورده که چقدر. چون حالا چند سال، یکی دو سال هست که یه مقداری خب فیفا و به هر حال دارن به ما نسبت به قوانین فشار میارن که ما یه مقداری شرایط باشگاهمون بهتر شده، ولی شما هم مثل من میدونید که فوتبال ما کاملا زیان ده. ما نمیتونیم بگیم فلان باشگاهمون 800 میلیارد در میاره، خب نسبت به 800 میلیاردی که در آورده حالا 800 میلیارد میتونه خرج بکنه. هیچ اتفاق مثبتی از این بابت به لحاظ مالی برای فوتبال، خب خود شما هم میدونید 80% فوتبال مثلا دولتی داره اداره میشه و اونایی هم که شخصی هستن باز زیر نظر دولت هستن. ما باید تفکیک بکنیم این مسائل رو از هم و بله همه حق دارن نسبت به توانشون برن توی بازار خرید بکنن، ولی توان از کجا اومده، چجوری اومده، از چه راهی کسب درآمد کردن باید مشخص باشه تا همه ببینن. و فکر میکنم این سقف قراردادی هم که گذاشتن برای امسال، میخواستن فقط یه کنترلی ایجاد بشه نسبت به رقم هایی که به هر حال داشت اتفاق میافتاد تو فوتبال ما، رقم هایی که داشت جابجا میشه، رقم های فوق العاده بزرگی و فقط باشگاه های ما رو نسبت به گذشته بدهکارتر میکرد و این یه مسکنی بود که سری زده شد و خیلی جای بحث داره که بشینیم در موردش بحث بکنیم، کارشناس های اقتصادی بیان در موردش بحث بکنن، کسایی که به هر حال از قوانین فیفا و اف سی میدونن بیان بشینن در موردش. من فکر میکنم که این فصل اگه میخوان این کارو بکنن باید چند تا از خبره ها رو بیارن و کارشناسانه تر این موضوع بررسی بشه، ولی
به نظر من خیلی خیلی کار داره، خیلی سریع این اتفاق افتاد. حالا رقابت بین بالای جدول تیم‌ها نزدیکه، کل لیگ واقعا نزدیکه. خودتون حالا به عنوان سرمربی به نظرتون این کدوم تیم میتونه تا پایان مدعی باشه؟ چون حالا تیمایی که هزینه میکنن مشخص مثل سپاهان، پرسپولیس و استقلال تراکتور با وجود طرفداری هم که دارن همیشه به عنوان مدعی ازشون اسم برده میشه. خب چند تا تیم فکر کنم تو این لیگ سورپرایز کردن همه رو. خب ملوان انزلی واقعا یکی از سورپرایزهای این لیگ بود، تیمی که خب سال قبل شرایط خیلی نرمالی رو توی جدول نداشت، خب زوبهان فکر می‌کنم شرایط خیلی خوبی داره. خود آلمینو امتیاز نزدیک، بازیکنامون نسبت به سال گذشته و فصل گذشته خیلی شرایط بهتری رو دارن تجربه می‌کنن و من اطمینان دارم که یه اتفاق غیر منتظره توی این لیگ خواهد افتاد. یعنی با توجه به اتفاقاتی که توی این فصل اول دیدم احساسم بر این است، نمیدونم ولی احساس میکنم که شاید یه اتفاق عجیب غریب در پایان این لیگ بیفته و شما اصلا به گزینه‌ای که قهرمان میشه فکر نکنید. ضمن اینکه شما گفتی باشگاهی مثل استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان خب با توجه به شرایطی که دارن همیشه جز گزینه‌های قهرمانی بودن، ولی احساس خود من این هست که شاید یک اتفاق عجیب غریبی تو لیگ امسال بیفته. بسیار عالی. لیگمون خود فاصله بگیریم، نزدیک شدیم به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبالمون من اول که آرزو موفقیت میکنم برای تیم ملی کشورمون. خب ما همیشه هر چهار سال هر دو سال یه حسرتی برامون بعد بازی ها انجام میشه و اتفاقی میفته. امیدوارم با توجه و با وجود بازیکنان با تجربه فوق‌العاده‌ای که توی اروپا هم دارن بازیکن‌های داخلی فوق‌العاده با کیفیت بتونیم این فصل دیگه این دوره حداقل جزو چهارتای اول آسیا بیاییم و با امید خدا بتونیم جامی رو کسب بکنیم یا قهرمان بشیم. نشود حداقل یه رتبه اول تا سوم داشته باشیم، هرچند که خیلی سخته ولی انشالله که اتفاق بیفته. بسیار عالی. حالا گروهمون گروه باید سختی هم نیست، چطور بررسی میکنی؟ بله همیشه گروه ما برحال تو مرحله مقدماتی همیشه گروه آسونی بوده. خب تو ما بیشتر مشکلمون توی گروه حسفی بوده که شما میدین من خودم چندین دوره که برحال دو دورهشو بازی کردم، چندین دوره هم که آمارشو دارم، ما همیشه به نحسی پنالتی خوردیم و من امیدوارم که این دفعه دیگه این پنالتی اصلا هر کار میخوایم بکنیم توی بازی انجام بدیم، چون این پنالتی ها دیگه فکر میکنم کل ایران و کل طرفدارای فوتبال رو کلافه کرده و امیدوارم که شرایطی وجود به وجود بیاد که یه اتفاق نیفته و ما بتونیم که خیلی خوب و خیلی مقتدر ان شاء الله بریم و یه جام خوب بگیریم. به نظرتون تا چه اندازه باید بشه انتظار تستیم بدیم؟ ببینید اگه بخوام منطقی حساب بکنیم نسبت به بازیکنای با کیفیتی که داریم و با تجربه‌ای که داریم، ما توی چهار تا بریم خیلی کار بزرگی رو انجام دادیم، چون شما میدونید تیم‌های دیگه به شدت و به سرعت دارن پیشرفت میکنن با تمام امکانات و تمام ظرفیتشون. دست ما نه این ظرفیت رو داریم و نمیتونیم ازش استفاده کنیم با توجه به شرایطی هم که موجود هست، حتی نمیتونیم بازی‌های با تیم‌های بزرگ با کیفیت انجام بدیم. مجبوریم که همش متکی باشیم به استعدادهای فردی بازیکنهای تیم ملیمون که این استعدادهای بزرگی هم هستن، ولی شما میدین بازیهای تدارکاتی محکم و با تیمهای بزرگ میتونی اعتماد به نفس فوق‌العاده رو بده که متاسفانه ما هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم. باید انتظارمون خیلی به جا باشه و الان من میبینم توی رسانه‌ها همش در مورد سن و سال بازیکنهای تیم ملیمون صحبت میشه، کارشناسایی میان صحبت میکنن که واقعا فقط دنبال این هستن که دنبال یه بهونه جویی برای تیم ملی. من قسم میخورم که هر کدوم از همین کارشناسایی که الان به تیم ملی ایراد میگن بابت سن و سال و بذاری سرمربی تیم ملی، وجود ندارن که یکی از این بازیکنها رو دعوت نکنن به تیم ملی. شما همین الان لیست تیم ملی رو بده به اون کارشناسی که میگه آقا تیم ملی سنش بالاست، اوکی بگین شما آقا انتخاب کو بازیکن انتخاب، ببینین وجودشو داره این بازیکنایی که الان
تو سطح بلون مللی برای تیم ملی ما دارن بازی میکنن، یکیشونو دعوت نکنه چه اتفاق میفته؟ حالا نشستن کنار آی تیم ملی سنش بالاست، نه ظرفیت فوتبالی ما درست هست که به لحاظ جوونامو خوب است، ولی در حال حاضر همین بازیکنایی هستن که ما داریم و آبروی فوتبال ما هستن. الکی نشینیم جارو جنجال درست کنیم، مثلا همه چیزو به نفع خودمون بگیریم، انتقادهای الکی الان وقتش نیست. بله شما یه برنامه‌ریزی بکنیم بلند مدت. آقا جام ملت‌های آینده رو ما اصلا می‌خوایم دهم بشیم، تو مرحله اول حذف بشیم، بیان جوونا رو بزنیم کار کنیم باهاشون. کاری که کره جنوبی اگه یادتون باشه انجام داد، با بازیکن 17 سال 18 سال توی جام ملت‌ها شرکت کرد، ثمراشو بعدش دید، گفت آقا این جام ملت‌ها اصلا برای من جامی نیست که بخوام روش برنامه‌ریزی کنم، می‌خوام با جوونام باشم. بله برنامه‌ریزی کنید، حالا جوون بیاریم پرورش بدیم. بعد کو جوون پرورش یافته؟ از کجا می‌خواد بیاد؟ کجا پرورش دادین جوونی که الان ادعا می‌کنین جوونا باید بیان برن تیم ملی تو بحث بین‌المللی جای بزرگای فوتبال رو بگیرن؟ خب یه وقتی از شما پشتوانه داری میگه آقا پشتوانه اون داره هدر میره، کو پشتوانه شما؟ در مورد کدوم پشتوانه صحبت میکنی که ماها که 23-24 ساله تو این فوتبالی ندیدیم پشتوانه رو؟ کجا پرورش دادید؟ تیم ملی جوانانمون با آقای عبدی نوجوانانمون. خب آقا اون تیمو بگیرین 4-5 سال دستتون، خب پرورش بدین که 5 سال دیگه بتونیم بازی کنیم، تزریق بکنیم به تیم بالا. اونا که بالاخره دو جام جهانی شرکت کردن، شرایط خوبی هم داشتن، پس چرا باید رها بشه؟ شما مگه نمیخواد پشتوانه دوست از کجا بخواد دوست کنه؟ اینا رو بردارید، ازشون مراقبت کنید، بهشون امکانات بدید، پرورششون بدید، 5 سال دیگه شما 10 تا بازیکن با کیفیت بین المللی دارید، حالا هر چی هم که تو لیگ‌های خارجی تو لیگ‌های داخلی میتونید اضافه بکنید. این که یهو بیاین بشینیم الکی تیم ملی سنش بالاست، خب برو لیست شما بردار، شما انتخاب کن، شما یه منتقدی که ادعا میشه برو آقا انتخاب کن، بگو آقا 22 تا بازیکن من میخوام انتخاب کنم ببرم جام ملت. ما به قرآن بازم اینا رو انتخاب میکنیم که نمیتونی کاری رو انجام بدی. آرزو موفقیت میکنم. به نظرتون انتقادات از آقای قلعه‌نویی طبیعیه؟ چون ما مربی خارجی که هست یه مقداری انگار که نمیشه بهشون نقداری کرد. مربی ایرانی که میاد رسته کار به خصوص تیم ملی انتقادات به اوج میرسه، مدام کارشناسا صحبت میکنن، برنامه ها شکل میگیرن. اولا که ما غیری که یکی دوتا کارشناس هست، کارشناس نداریم، اونا کار ناشناس هست. یعنی ببینید وقتی که شما میخواین در مورد این موضوع رو صحبت کنید، اگر به خاطر صداقتی که داری به خاطر پیشرفت اون مسئله صحبت کنی کاملا فهمیده میشه، و اگر نه بخوای مثلا غرض ورزی کنی، اینو بخوای بکوبی اونو بخوای، که متاسفانه تو فوتبال ما از این افراد عین سبزه همینجوری دارن سبز میشن میان بالا. نه کارشناسی که دو تا هستن که قابل احترام هستن، باید کارشناسی بشه، باید صحبت بشه، ولی به حق ما پولایی که به مربیای خارجی دادیم شاید 10 برابر 50 برابر 100 برابر مربیایی که داخلیم. اون اومد مرحله اول جام جهانی بالا نرفتن، ایرانی هم نرفتن، اونا تو جام ملت‌ها اتفاقی براشون نیفته، ما هم نیفتاده، اونا توی مقدماتی المپیک برای تیم امیدمون کاری نکردن. با چه امکاناتی شما توقع اتفاق بزرگ؟ مگر مثلا جادوگریه؟ مگر میتونی آدم بری با جادو بگی آقا این تیم بره مثلا قهرمان بشه بیاد بیرون؟ حالا خارجی خوب جادو انجام میده، ایرانیه مثلا بلد نیست جادوگری کنه، اصلا اینجوری نیست بابا. فوتبال فلسفه داره، فوتبال فکر پشتش، فوتبال پرورش داره، فوتبال روز به روز ساعت به ساعت داره پیشرفت میکنه، و تو ما در جا وایستادی فقط میگی که ما استعداد انسانی داره. آقا باشه، استعداد انسانی باید یه جا پرورش پیدا بکنه. آقای کارشناسی که میاید صحبت‌های کج و موج و همه چیزو به نفع خودت انجام میدی، آقا فوتبال یه زیرساختی رو داره، زیرساختش باید مهیا بشه. بابا 80% تیمای لیگ برتر ما زمین تمرینی ندارن، شما چی دارین صحبت میکنید؟ 10 تا تیم لیگی ما زمین اختصاصی برای بازی فوتبالشون ندارن، از چی دارین صحبت؟ بیا پای کار دیگه آقای شهرداری، بیا پای کار. همه جای دنیا گواهی که میان تو سطح اول لیگشون، شهرداری میگه این مجموعه در اختیار شما، تا موقعی که لیگ هستی، تو لیگ برتر هستی، اجاره شما بده این مجموعه که ساخته شده در اختیار ما. 5 تا زمین چمن توی تهران داریم، چرا هیچ کدومش متعلق به
تیمای لیگ برتریمون نیست. چرا نیست؟ مگه اون استادیوم با چی کار میشه؟ با اون ظرفیت، با اون نه نگهداری ازش میشه، نه کاری براش انجام. خب بدین تحت اختیار آقای تیم هوادار، بیا اینجا این مجموعه در اختیار شما تا وقتی لیگ برتری خودت امکاناتشو فراهم کن. نه نگهداری بخوای بگو، نه پول بریتون مالو بخوای خرج کنی. و تیم باشگاه هم یه مجموعه داره، 4 تا زمین تمرین برای خودش میزنه، آکادمی‌هاش رو مینازه و درآمدزایی میکنه. مجموعه تختی همین طور، مجموعه شهر قدس همین جور. ما کم ورزش کنیم، زیر ساخت ما یا کنیم، بعد انتظار داشته باشیم. الان هم فشار علکی نذاریم رو امیر قلمه‌ای. به هر حال انشالله که تیم ملی کشورمون موفق بشه، باعث بشه که ما سرمون رو بالا بگیریم. هر چند تا هم الان با توجه به بازیکن‌های بین‌المللی که داریم سرمون توی دنیا بالا هست، انشالله که یه اتفاق خوب بیفته، یه نتیجه خوب هم بگیریم که انشالله همه چی تکمیل بشه. چه توصیه‌ای دارین به بازیکن ملی پوش ما؟ ما بازی تورنمنت قبلی به یه اعتراض به ژاپن توی جریان بازی کل جامو از دست دادیم. به نظر خودتون به عنوان کسی که الله کسبت زیادم توی تیم ملی دارین، بازیکن‌ها تو این تورنمنت باید چه چیزی رو به نظر من با وجود وار خود بازیکن‌ها شرایط رو درک می‌کنن دیگه. خطاهای عجیب غریب پنهون نمی‌مونه از چشم داور، اعتراضای عجیب غریب پنهون نمی‌مونه. و خداشون گفتم که با توجه به تجربه‌ای که بار تجربه‌ای که تیم ملی ما داره، خب همه بچه‌هایی که تو خارج از کشور بازی می‌کنن با این سیستم همش در ارتباط هم می‌دونن. فکر می‌کنم تو این دوره حواسمون خیلی بیشتر جمع هست و خواهد بود. فقط من آرزو میکنم که بهترین اتفاق برای تیم ملی کشورم بیفته، برای بازیکنایی که فوق العاده بین المللی هستن، فوق العاده دوست داشتنی هستن، یه وجهه خوبی رو توی کشور همشون دارن و این اتفاق خیلی خوبیه و همه امیدوارن. من هم به عنوان یه تماشاگر، شما هم به عنوان یه تماشاگر آرزوی سلامتی میکنه و بعد موفقیت انشالله دست پر برگردن و خوشحالیشو بکنیم انشالله. و راجع به خط حمله تیم ملی هم خواستم صحبت کنین به عنوان مهاجم و کسفت. فوق‌العاده خب خط حمله ما خدا رو شکر یه خط حمله ای هستش که تو سالیان گذشته فوق‌العاده گلای حساسی رو برای تیم کشورمون زدن. سردار آزمون که بی نظیره، مهدی طارمی که بی نظیره، اسدی که چند ساله خب از شما میدونی از خطوط عقب اضافه شد، کم کم رفت جلو و رسید به خط حمله. خود مهاجم سپاهان شهریار مقاندو فوق العاده، ما خیلی خوب محبی، اصلا خود قائدی، بازیکنای فوق العاده با کیفیتی رو اون جلو داریم و خیلی امیدوار هستیم به تیم ملی. این تورنمنت کی قهرمان میشه؟ ان شاء الله ژاپن هست. من فقط میگم ایران باید قهرمان بشه، نه اینکه انتظارم انتظار خیلی عجیب غریبی باشه، ولی ما به عنوان ایرانی دوست داریم که پرچم کشورمون بیاد بالا و ان شاء الله که تیم ملی ما. نمیخوام دیگه به گزینه دیگه فکر. میدونم خیلی سخته، فوتبالی بخوام حرف بزنم میدونم که فوق العاده شرایط سختیه، ولی نمیتونم از تیم کشورم عبور بکنم و آرزو میکنم تیم کشورم قهرمان بشه. حرف پایانی اگر هست. ممنون و محبتتونم، مرسی. انشالله به روزی برسیم که تمام شرایط برای یه ورزش فرپلی خوش اخلاق بذارین یکم کلمه خوشمزه باشه که همه کیف کنیم، کنار هم همدیگر رو ببینیم، بغل کنیم، دوست داشته باشیم. توی بازی بالاخره یه سر برده یه سر باخته، از این حالت نتیجه گرایی در بیاییم. ورزش اصلا ذاتش پاکی و صداقت و شادابیه. انشالله که اینو برگردونیم به فوتبالمون و انشالله که اتفاقات خوب بیفته. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. قربون شما، خوشحال شدم. قربونتون.